بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دانا و توانا. سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان محترم، شاگردان نهایت گرامی. به درس 16 ریاضی صنف 7 خوش آمدید. شاگردان گرامی، پای تلویزیونهایتان بنشینید و درس 16 که عنوانش تجزیه به اعداد اولیه هست، این را مشاهده کنید. امیدوار هستم تا پایان ما را دنبال بکنید و تجزیه اعداد را به صورت درست بفهمید. شاگردان گرامی، قبل از اینکه ما به تجزیه اعداد بیم، ما روز گذشته گفتیم که برای شما اعداد اولیه را گفتیم که اعدادی هستند که بجز از یک و خود به کدام عدد دیگه پورا قابل تقسیم نباشه. مثلا عبده تقسیم بر یک مساوی به عبده است. عبده مساوی است به یک. کدام عامل دیگه، کدام عدد دیگه را پیدا نمیتونیم که که بالای عبده را بالایش تقسیم کنیم و مساوی به پورا قابل تقسیم باشه. اما اعداد مرکب را گفتیم اعداد مرکب اعدادی هستند که به جز از یک و خودش و کدام عدد دیگه پورا قابل تقسیم باشه. مثلا 12 را تقسیم کردیم برای شما، تقسیم 1 کردیم مساوی به 12 شد، تقسیم 2 کردیم مساوی شد به 6، تقسیم 3 کردیم مساوی شد به 4، تقسیم 4 کردیم مساوی شد به 3، تقسیم 12 کردیم مساوی شد به 1. یعنی اینجا ما که 12 یک عدد است، که عدد مرکب است، پیدا کردیم که بالای 1، 2، 3، 4 و خود 12 پورا قابل تقسیم است. پس میگیم یک عددی که به جز از یک و خودش به کدام عدد دیگر نیست پورا قابل تقسیم باشه، یک عدد مرکب. عددی که به جز از یک و خودش به کدام عدد دیگر پورا قابل تقسیم نباشه، مانند 17 و 23 و 11 و 7، این عدد اولیه است. و گفتیم که یک نه اولیه است و نه مرکب. حالا هدف ما این است که شاگردان یک عدد طبیعی را به اشکال مختلف تجزیه کرده بتونن. تجزیه را ما گفتیم که وقتی که شما عدد مختلف را تجزیه میکنین، به این معناست که شما این عدد را به عوامل ضربی اولیش تجزیه کنین. حالا اگر ما برای ما داده شده که 300 این 300 مساوی هست به، اگر ما بگیریم 2 ضرب در 150، شما خوبتر میفهمین که 2 ضرب 150 بازم 300 میشه. بسیار خوب. اگر ما اینو بگیریم که مساوی شوه 2 ضرب 5 ضرب 50، 3 ضرب 50، بازم این گپ میشه 3 5 15 150 میشه. اگر ما بیم این را به این شکل هم تجزیه کنیم و این را نشته کنیم که 2، اگر امور به این قسمت بگیرم، این را مساوی نشته کنیم به 2 ضرب در 3 ضرب 2 ضرب 25. پس این را به این شکل هم گرفته میتونیم 2 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 5 ضرب 5. پس 2 3 6 6 ضرب 2 12 12 ضرب 25 شما همین 300 به وجود میه. یعنی فرق از اینا تجزیه چی هستن؟ اینجا 2 یک عدد اولیه، یک عدد مرکب. در اینجا 2 و 3 یک عدد اولیه، 50 یک عدد مرکب. در اینجا 2 و 3 و 2 عدد اولیه، 25 مرکب. در آخرش تمامش عدد اولیه. و درس امروز ما تاکیدش این است که تجزیه یک عدد به اعداد اولیه شود. پس ما این را میتونیم در دیاگرام، ما این را میتونیم به همچنان به طریق تجزیه که خط بکشیم، بر اشکال مختلف این را ارائه کرده میتونیم. خب حالا اگر ما اینجا 300 نشته کنیم، 300، این 300 را بیاییم به 2 عدد تقسیم بکنیم، این زر. خب ما اگر نشته میکنیم در اینجا 300 ما نشته میکنیم که 4 ضرب 75، 4 و اینجا 75، 4 5 20، میبینین 2 حاصل 4 7 28 28 تو 300.
حالا در اینجا میایم هر کدامی از اینا را به اعداد اولی دیگه تجزیه میکنیم. مثلا شما دارین 2 ضرب و یا 2 ضرب 2 4 مرتبه میدم. حالا بین 75 را اگر ما تجزیه کنیم ما نشکنده نمیتونیم میره به این شکل 3 ضرب چند 25 3 5 15 3 2 6 6 1 7. خب این اعداد اولیه شد. ببینیم بازی ها را میم 5 5 شما کدام عدد دیگه دارین که این را تجزیه کنین؟ بله ما میگیم 5 ضرب 5. پس نتیجه 2 ضرب 3 ضرب 3 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 5 ضرب 5 ایوی عین چیز است. پس شما این را به طریق دیاگرام گرفتیم به این شکل، او را گرفتیم بروی یک خط که شما در اونجا بفهمید تفاوتی از این با تفاوتی از این، یعنی شما یک عدد میتونین تجزیه کنین به اعداد اولیه، میتونین تجزیه کنین به اعداد مرکب، اما وقتی که تجزیه به اعداد اولیه خواسته میشه منظورش از عددی که شما پیدا کنین که دیگه از اون کده با کدام عدد دیگه پورا قابل تقسیم نباشه. آلی اینی اعدادا 2 و 3 و 4 و 5 4 نی 5 بجز از یک با خودش با کدام عدد دیگه پورا قابل تقسیم نیست. خب ای به یک شکل ای به شکل دیگه هدف شاگردان را میاد بگیرن اشکال مختلف را، این را میگیم به این شکل 300 نشته میکنیم قابلیت تقسیم یا دارین هر عدد رقمی اولی آن صفر و یا جفت باشه بر دو پورا قابل تقسیم است، این تقسیم است عین تقسیم بودی. پس ما میگیم 1 2 2 1 باقی مان 5 2 10 صفر را پایان میکنیم، باز میگیم به 2 صفر است چون وقتی که صفر بود قابلیت های تقسیم و میخاطر خواندیم که ما بفهمیم. ما میگیم 6 دو 12 7 دو 14 یک باقی مان 5 دو 10 باز میگیم ایره میبینیم که بعد دو پوره قابل تقسیم نیستیم دفعه مجموعهش جمع میکنیم قابلیت های تقسیم 5 و 7 12 بر 3 پوره قابل تقسیم است. پس از اینجا نشته میکنیم که 1 3 3 2 3 6 یکش باقی مان 5 3 15 باز میبینیم که به دو هم نیست به سه هم نیست، این را که جمع کنیم 5 و 2 میشه 7 7 مجموعش به سه هم نیست. پس از کوچک شروع میکنیم به بالا میبینیم پس میگیم به 5 است. پس 5 5 25 باز میبینیم خود 5 به 5 پورا قابل تقسیم است 1. پس از اینجا یعنی تمام عوامل ضربی اولیه هستن عوامل ضربی اولیه. یعنی اینمی اعداد را که شما میبینین تمام عوامل ضربی اولیه هست. ما به این شکل برای شما کار کردیم. حالا شاگردان نهایت گرامی برای ما سوال های متعدد را میتن میگن شما اینا را تجزیه کنید، ما هم بسیار به صورت آسان و از امی شکل آخر ما میتونیم یاره تجزیه کنیم. مشروط به ای که ما چی را بفهمیم؟ قابلیت های تقسیم را بفهمیم. مثلا برای ما میگه که 208 را 208 را تجزیه کنیم. حالا وقتی که 208 را ما تجزیه کنیم ما عدد داشته میکنیم به طرف چپ عدد یا خط عمود رسم میکنیم، میبینیم این عدد بر چند پورا قابل تقسیم است؟ جفت است بر 2 1 2 2. خب وقتی که ما 1 2 2 گفتیم حالا ما 0 0 چی میکنیم؟ اینجا پایان میکنیم 2 2 4. پس اینجا چند باز قابلیت تقسیم بر 2 باز میبینیم یک و نمیشه بالا از این 2 ده ده بالا از این چند تقسیم میشه؟ 5 و یا 2 2 4. باز میبینیم که بر 2 پورا قابل تقسیم است 2 2 4 یک باقی مان پالوی از این 12 میشه 6 2 12. باز میبینیم به چند؟ به 2 1 2 2 3 2 6. حالا میبینیم اینجا یک عدد اولیه است 13، ما کدام عدد دیگه پیدا نمیکنیم پس خودش هم میگیریم 13 تقسیم 13 یک مرتبه. حالا ما اینی جنشته کردم میتونیم که 208 مساوی است به 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 13. اینه میار اگر ضرب بزنین ما او را چی میکنیم؟ به دست آورده میتونیم.
اگر بیم سوال دیگر، مثلا یک سوال به این شکل کار کردیم، سوال دوم را به این شکل کار کنیم. 416 آل 416 را اگر ما تجزیه کنیم، عین دیگر میبینیم قابلیت تقسیم بر چند داره؟ بر دو. دو چار آل ببینین شاگردای نهایت گرامی، اینجا یک نقطه باریکی است. مستقیم نگیرین که 8 2 16. اگر 8 دو 16 بگیریم، پس این را ضرب بزنیم، 2 را ضرب 28 کنی، 416 نمیشه. پس اینجا ما وقتی که یک عدد نرسید، عدد دیگر را گرفتیم، یک صفر میمانیم، پس 8 دو 16. عین در تقسیم ما برای شما گفته بودیم که مثلا 416 داریم. 416 تقسیم که میکنیم، یه هم عین تقسیم است. تقسیم 2 2 4 اینه صفر مون. پس اینجا یک هم پایان میکنیم، یک میگیم به صفر دفعه میرسه، بعد از او ما شش هم پایان میکنیم، باز میگیم 8 دفعه، 8 2 16. اینجا باید داشته باشین که صفر را ضرب میگیریم. پس ما میریم در اینجا 1 2 2، باز 1 2 2 که گفتیم، باز در اینجا رسیدیم که صفر آمد. صفر پیشتر براتون گفتیم که در سوال دیگه پایان میکنیم. 4 2 8، باز میریم 2. 5 2 10، بازم 2. بازم این و 2 میگیریمش. 2 2 4، 6 2 12، بازم میگیریم و چند؟ باز میشه 1 2 2 3 2 6. آله باز به 13، 1 13 13، 1 دانه 2 دانه 3 دانه 4 دانه 5 دانه 2 شد. 5 دانه 2 شد و به می ترتیب ما گرفتیم که در اینجا 416 مساوی شد 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 1 2 3 4 5 ضرب 13. این به این شکل. امیدوار هستم که شما تجزیه را به عوامل ضربی به صورت درست فهمیده باشین و حل کرده باشین. حالا شما میتونین به این شکل و اون شکل دیگه که ما گفتیم شما تجزیه بکنین. اگر با این اشکال مختلف شما آشنایی پیدا کردین، هر شکلش که براتون ساده تر بود، شما میتونین او عدد را به اعداد اولیه یا عوامل ضربی اولیشان تجزیه کنین. تا اینکه ما دوباره باز هم به خدمت شما قرار میگیریم، یک چند سوال کار خانگی بر شما در اینجا منوشته میکنم که شما ایره باز در خانه حل کنین. مثلا شما 512 را تجزیه کنین، سوال دوم 316 را تجزیه کنین، این را به عوامل ضربی اولیشان تجزیه کنین، هم به این شکل و هم به شکل دیاگرام. تا روز دیگر که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم و شما را با درس نو دیگر آشنا میسازیم، شما را به خداوند دانا و توانا میسپاریم. شب روزتان بخیر.